اون تصویری که اسرائیل نشان میداد از آن چه که در زیر بیمارستان شفا میگذره با اون چیزی که تا الان کشف شده دست کم تا این لحظه همخونی نداره و گمان بسیاری از ناظران اینه که اگر چنین گستردگی وجود داشت دست کم تا این لحظه چیزهای بیشتری آیدشون شده بود. ببینید این گمان که بیمارستان شفا یا شفا یکی از مراکز فرماندهی حماس هست از 3 سال پیش وجود داشت. در جنگ پیشین هم اسرائیل همین اتهام رو وارد کرد و ولی آنچه که دیدیم با آنچه که اسرائیل گفته بود به هیچ وجه تناسب نداره. توجه بکنیم که حدود 3-4 هفته از حمله اسرائیل میگذره، همیشه هم گفتن که بیمارستان شفا یکی از مراکز فرماندهی و یکی از هدفهای اصلی اسرائیل هست. بسیار بسیار تلاش کردن که هرچه زودتر به بیمارستان برسن، ولی مسلماً این با اونچه که در اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود همخوانی نداره و در داخل اسرائیل هم گروهی هستن که میگوین شاید ما اشتباه کردیم. آنچه ارتش اسرائیل منتشر کرده از بیمارستان شفا به هیچ وجه قانع کننده نیست و رسانه ها و ناظران دارن به دید شک نگاه میکنند و خود اسرائیل هم همونطور که آقای امیر فرمودند تردید جدی وجود داره نسبت به اینکه مرکز فرماندهی حماس در زیر این بیمارستان بوده باشه و این خب پیامدهای خوبی برای دولت و ارتش اسرائیل نخواهد داشت. شما در نظر بگیرید که اگر همین امروز ارتش اسرائیل این جنگ رو متوقف کنه و جنگ از این مرحله پیشتر نره، به راحتی میتوان گفت که حماس برنده این جنگ بوده و این دلیل که ارتش اسرائیل به اهدافش نرسیده و آنچه روی دستش مونده ادعاهایی است که به اثبات نرسیده، مقدار بسیار زیادی کشته غیر نظامی و یک غزه ویران که در تصاویری که تلویزیون خود شما هم نشون داد گوشه هایی از اون رو دیدیم. برای ارتش اسرائیل درسته اشغال کامل غزه و وارد آوردن ضربات تا اونجا که امکان داره به حماس کار خیلی دشواری نیست و حال ارتش توانمندی است، نیروی هوایی و دریایی و زمینی داره، میتونه کاملا کل غزه رو با خاک یکسان بکنه. ولی آیا چنین پرداخت چنین بهایی به معنای پیروزی در جنگ خواهد بود؟ من مقایسه کردم، مقایسه بود با جنگ 2006 در لبنان که درسته که ارتش اسرائیل رفت و اونجا سرکوب فراوانی کرد و برگشت، ولی هیچ کس نگفت که ارتش اسرائیل در لبنان برنده شد. همه گفتن حزب الله برنده شد.